خب امروز یه ویدیویی میخوام بسازم که نه من اسکریپت نوشتم نه چیزی، حرف دلمه، هیچی ننوشتم و میخواستم اینو بهتون بگم که توی جامعه خودمون چه خبره و اینو به صورت پادکست بهتون بگم. من توی انگلیس به مدت زیادی زندگی کردم و دوستای ایرانی زیادی داشتم و ما نمیخوایم بدی هیچ ایرانی رو بگیم یا خوبی هیچ ایرانی رو بگیم، فقط حتی نمیخوام مقایسه کنم، فقط تنها چیزی که تو این ویدیو قصدم هست اینه که بهتون بگم که الان دیگه نسل AI یا Artificial Intelligence هست و هر جا میرم در رابطه با Artificial Intelligence صحبت هست، توی کامیدی کلاب صحبت هست، توی سرکار صحبت هست، توی کانفرنس هایی که میرم صحبت هست، خیلی جایی که میرم در رابطه با Artificial Intelligence صحبت هست و خیلی چیزای فیک توی سوشل میدیا زیاده. فیک به قول معروف توی سوشل میدیا شما بهشون میگید کیک زیاد هست. این از اولم بوده، نه به خاطر اینکه حالا سوشال میدیا اومده و این چیزا زیاد شده، از اولم اینجوری بوده. یه چیزی که تو این ویدیو میخواستم بهتون بگم اینه که مثل معذرت میخوام، مثل گوسفند هر چیزی رو باور نکنید، مثل گوسفند هر چیزی رو دنبال نکنید. مثال خیلی ساده میزنم، تو انگلیس هم هست، تو جامعه انگلستان هم هست، فقط تو جامعه خودمون نیست. مثلا شما از یک دارید رانندگی میکنید، توی لاین چپ دارید میرید، تو انگلیس لاین چپ رانندگی میکنن، یه سری آدم رو میبینید که توی لاین چپ دارن رانندگی میکنن، لاین راست آزاده و چیزی که توی ذهن شما میاد اینه که میگید که خب چرا همه الان راست رانندگی نمی کنن؟ حتما دلیلی داره. به خاطر همین هم هستش که شما میرید پشت همه، ببخشید، مثل گوسفند وای میستید و یا رانندگی می کنید پشت همه. نمیخوام اینجوری باشید، میخوام توی زندگی مثلا طوری باشید که اگر اشتباه هم بکنید، اگر لاین راست هم برید، باز راهنما بزنید برگردید به لاین چپ. ممکنه دو نفر سه نفر به شما راه ندن، ولی نفر چهارم به شما بالاخره راه میده، چون راه بقیهی که میخوان راست برن رو گرفتید. فقط این بستگی به خود شما داره که اونجا تصمیم بگیرید که سمت چپ برید. زندگی هم همینجوریه، توی سوشال میدیا هم همینجوریه. خیلی چیزا رو که شما توی سوشال میدیا میبینید باور نکنید. من دوستان زیادی داشتم توی اینجا که سریع حرف دوستی رو که حالا چون زیاد باش حرف میزدن یا چجوری بگم توی سوشال میدیا زیاد میپریده باور میکنن. چرا؟ چون که فکر میکنن اون دوست خوبیشون رو میخواد. البته خیلی از دوستا خوبی رو میخوان، ولی اونا هم گول میخورن، سرشون شیره مالیده میشه به خاطر اینکه سوشال میدیا رو باور میکنن. یه چیز فیک درست کردن الان خیلی راحت شده، به خاطر همین هم هستش که بهتون میگم که سعی نکنید که اونطوری که همه میرن دنبال سوشال میدیا، همه اون چیزی رو که سری باور میکنن شما هم باور کنید. سعی کنید که تحقیق کنید و همه چیز رو باور نکنید و هر چیزی هر کسی میگه رو باور نکنید. چند روز پیش مثلا من توی اینترنت مثال میزنم، مثال خیلی ساده، شاید ممکنه احمقانه به نظرتون بیاد، من توی اینترنت یک کلیپی رو دیدم
که حالا نمیگم کدوم صفحه چیز بود، اینستاگرام بود، که مثال میزنم یه پسری یه بغل دختر نشسته بود، این پسره میگه که من از این دختره که توی این سریال داره بازی میکنه خوشم میاد. دختره میگه که یعنی چی تو خوشت میاد؟ یعنی دوست نداری، دوست داری بری با اون بپری؟ پسره میگه خب تو هم دیروز به من گفتی که از این پسره تو این فیلم خوشت میاد، و من زیر اون چیز نوشتم، خب این دختر قهر میکنه و میره، من زیر اون کامنت نوشتم که بیشتر دخترها، نمیگم همشون، بیشتر دخترها، دختر یا اصلا زن موجود احساسی هست. یعنی اگر مبحث منطق و احساس باشه، اگر شما یه چیز منطقی هم بگید، دختر به احساسش توجه میکنه بیشتر، ولی پسر نه، پسر به منطق بیشتر توجه میکنه. ممکنه واسه پسر منطقی نباشه که این دختر این چیز حرف میزنه، ولی خب دختر احساسیه. من زیر اون پست سوشل میدیا نوشتم که خب بیشتر دخترها احساسی هم. نمیدونید 305 تا 350 تا لایک خورد. خیلی از پسرها که اصلا به نظرم اصلا فکرشو نمی کردم زیرش یک کامنت هایی نوشتن که مثلا نشون میده که چقدر درک پسر از دختر کمه. میدونید چی میگم؟ یعنی مثلا شما فکر میکنید که شما این منطق رو دارید که این چیزی رو که احساس میکنید، به عنوان پسر میگم، و دخترم باید همون رو احساس بکنه. نه، اینجوری نیست. دخترها سیستمشون، سیمکشیشون فرق میکنه با مردا، و اینا چیزی هستی که تو جامعه ما جا نیفتاده، و شما باید سنتون بره بالا و تجربه کسب کنید تا بفهمید که مثلا سیمکشی دختر چجوری کار میکنه تا سیمکشی پسر. میدونی چی میگم؟ و این برای من خیلی، نه که تعجب آمیز باشه، برای من خیلی عجیبه که خیلی از پسرها نمیدونن که دختر چجوری فکر میکنه. حالا یکی از دخترها بوده، نوشته بوده که زیرش دختری که میره تو فضا ریاضیدانه، مگه میشه منطقی نباشه؟ این حرف اصلا صحیح نیست، چون منظور نیستش که دختر منطقی نیست. منظور اینه که شما 10 سال، مثال میزنم، شما 10 سال مثلا با یه دختری زندگی خوب داشتید، همه چی اوکی بوده، یه ماه مثلا آشغالا رو نمیذارید بیرون، خب دختر از شما، زنتون یا دوست دخترتون از شما میخواد که آشغالا رو بذارید بیرون، ولی شما یه ماه این کار رو نمی کنید، این نمیاد فکر بکنه که 10 سال شما این کار کردید، حالا یه ماه این کار رو نمی کنید. میدونید؟ احساسش بهش میگه که شما دیگه دوستش ندارید. خب این طوری میشه که یواش یواش شما از دلش میاد بیرون. حالا این یه مثاله. کلن به خاطر همین میگم که هر چیزی که داخل سوشال میدیا یا تو اینستاگرام یا جای دیگه مختلف میبینید باور نکنید. سعی کنید در رابطه با همه چی تحقیق کنید. من میتونم به عنوان، میدونید که ما برنامه نویس هستیم، ما نمیتونیم که احساسی کد بزنیم، ما باید منطقی کد بزنیم، یه لاجیکی رو پیاده بکنیم. بعضی چیزا لاجیکیه، ولی شما میرید برای یه کسی منطق و لاجیک، میشه منطق دیگه، لاجیک رو تعریف میکنید، ولی کسی درک نمیکنه. نباید به شما بر بخوره، چون بعض از انسانها، بیشتر مخصوصا خانومها، احساسی هن، و وقتی که نمیفهمن که یک لاجیک چجوری کار میکنه، نباید به شما بر بخوره، چون باید طرف یا طرف مقابلتون رو بشناسید و در رابطه باش تحقیق کنید. اینه که من میخواستم تو این ویدیو خیلی کوتاه فقط بهتون بگم که هر چیزی رو باور نکنید. من دوستای زیادی رو ول کردم به خاطر این کار. مثلا من دوستی داشتم که 4-5 سال باش رفیق بودم و هر روز می دیدم از سوشال میدیا به من یه چیزی نشون میده
که من نمیتونستم هر روز بهش بگم که بابا این فیکه، این کیکه به قول معروف. خب و جای به جایی میرسید که به اینجا میرسید دیگه، میگفتم که بابا تو هر چیزی رو که نمیتونی از سوشال میدیا به من نشون بدی بگی که این درسته. میدونی چی میگم؟ بنابراین بهترین راه اینه که اون شخص اصلا ول کنی، ول کنی به حال خودش، هر چقدر هم میتونی بهش بگی که بابا اینا سوشال میدیاست، اینا به درد نمیخوره، اینا لاجیکلی نیست، اینا منطقی نیست، باور نمیکنه، بهترین راه اینه که ولش بکنی. بنابراین اینا چیزایی هستش که من میخواستم تو این ویدیو کوتاه بهتون بگم. هر کسی هر چیزی میگه توی کامنتی، توی تزی، توی نطقی، سعی بکنید که اولین کاری که میکنید طرفتون میگه که من اینو از یه نفر که داشت تو توالت مثلا به قول معروف جیش میکرد شنیدم. خب مثل ترامپ، مثل دونالد ترامپ میگه و کی شنیدی؟ میگه من توالت یه نفر شنیدم. خب به جای اینکه باور بکنید یه مقدار، یه 5 دقیقه 10 دقیقه، حالا اینترنت که همتون فیلتر که دیگه ندارید، که همتون چیز دارید، فیلتر شکن دارید، یه تحقیق کوچیک بکنید، یه تحقیق کوچیک بکنید بفهمید که آیا این حرف آیا صدق میکنه یا نمیکنه. اگر صدق میکنه باور کنید، اگر صدق نمیکنه بفهمید که چقدر آدم هست دور و بر آدم که فقط به قول معروف شروور یا دریوری میگه که شما فقط بتونید باور کنید. مثلا من میتونم بیام به شما بگم که آره من دیروز دیدم که مثلا گفته بودن آدم فضایی اومدن توی زمین، آره خودشون با چشم خودشون دیدن، اینو گفتن دیگه، اینو در صدی که بهتون میگم اینو گفتن، ارتش آمریکا گفت، چون اگر ارتش آمریکا نمیگفت هیچ کسی باور نمیکرد، ولی باز ارتش آمریکا گفت، ولی آدم فضایی توی زمین نمیبینید یا کسی رو نمیبینید که توی زمین اومده باشه، الین باشه یا آدم بیرون از زمین باشه، چون مدت زمانی که از بخوان تراول کنن از یه جایی که زندگی وجود داشته باشه تا زمین سال نوریه و اونا باید انقدر علمشون پیشرفت کرده باشه که بتونن این سال نوری رو بتونن طی بکنن بیان داخل زمین. پس تنها حرفم اینه که تحقیق کنید، سعی بکنید زندگیتون رو اونجوری که دلتون میخواد، اونجوری که مغزتون میگه اداره بکنید. سعی نکنید که با طرف اونایی که بهتون میگن برید جلو. مثال میزنم، من یه سری مثلا کش دارم. خب این یک کشه. فرض بکنید شما مثلا میخواید از کشور خارج بشید، برید زندگی خودتون رو بسازید. این پدر مادر شماست. خب میگه نرو. خب و هر چقدر شما کش و فشار میارید، خب اینا تنشن زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی اینا میگن نرو، شما برمیگردید حالت اولتون، دوباره میخواد پیشرفت بکنید میگن نرو، شما برمیگردید حالت اولتون. ولی اگه زیاد فشار بیارید اینا دیگه ول میکنن و شما میرید دنبال کار خودتون، یا این کش پاره میشه میرید دنبال کار خودتون. ولی اگر زود باور باشید، دو نفر دیگه به شما یه حرف میزنن، این رفیق شماست، این پدر مادر شماست، این پسر عموی شماست، خب این نمیدونم عموی شماست، نمیدونم این خاله شماست، هر کسی، رفیقای شما، این کش قدرت زیادتر میشه. ببین تنشن کم میشه، من دیگه اینو نمیتونم فشار بدم. چرا؟ چون شما باور میکنید حرف اونا رو. میدونی چی میگم؟ و هر چقدر اینو فشار بدید دیگه این پاره نمیشه، چون انقدر آدما رو شما تاثیر گذاشتن، هر چقدر اینو کش و فشار بدید یا برید به سمت پیشرفت خودتون، این کش پاره نمیشه چون قدرت زیاد شده. پس بنابراین شما نمیتونید به حرف یه نفر، نباید به حرف یه نفر زود باور باشید، چون اگه این یه نفر دار دسته بشه با دو نفر دیگه، روی مغز شما تاثیر میذاره. من اینو نمیتونم به
رفیقایی که باهاشون رفیق بودم حالی بکنم. بنابراین فلسفه خیلی بزرگیه، باید درک بکنید. تنها کسی که باید حرفش گوش بکنید توی زندگی و بهش برید، به راش ادامه بدید، خودتونید، نه حتی پدر مادرتون، خودتون، فقط و فقط خودتون. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما میگید که مثلا من برم، مثال میزنم، برم تایلند، دوربین بگیرم، ولاگر بشم، یوتیوبر بشم، نمیدونم اونجا زندگی بکنم، اگر خودتون اینو میخواید اینو انجام بدید. اگر اشتباه هم کردید اونجا سرتون به سنگ میخوره، بر میگردید، ولی اگر انقدر قوی باشید اونجا ادامه میدید و دنبال کارتون میدید و پیشرفت میکنید. ولی اگر دو نفر بیاد پیشتون بهتون بگه نمیشه، تا حالا انجام نشده، از اینجور حرفا، هیچ موقع به اون چیزی که میخواید تو زندگی نمیرسید. پیشنهاد میکنم کتاب آرنولد رو بخونید، من خوندم، اونم همینو میگه، میگه تو زندگی فقط و فقط خودتونید. میگه من تو زندگی خیلی جلو من اومدن به من گفتن که میتونی این کار، این کاری که میخوای تو انجام بدی نمیشه، به خاطر اینکه هیچ کس تا حالا نشده، نتونسته انجام بده، و من انجام میدادم، بهشون نشون میدادم. یعنی در از هر موقع که بهم میگفتن این کار انجام نشده و تو نمیتونی، من این کار انجام میدادم و بهشون نشون میدادم که این کار میشه انجام داد. هیچ کس نمیتونه به شما بگه چی کار بکنید یا چی کار نکنید، چون هر کسی یه استعدادی داره، هر کسی یه تلنتی داره. شما نمیدونید که آیا میتونید آخر برید شرکت ناسا کار بکنید، برید تو فضا مثل زن ایرانی، یا میتونید یا نمیتونید. ولی اگر اون دختری که الان رفته تو فضا تو شرکت ناسا، اگه میرفت به دو نفر دیگه میگفت مثلا من دارم میخوام برم شرکت ناسا کار بکنم، برم فضا، میخندیدن بهش، گفتن نمیتونی بری. بنابراین این حرف من، میخوام بهتون بگم که دنبال استعداد خودتون باشید و حرف حرف خودتون باشه. فعلا.